آقا دانش با سمیره خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدند. من سمیره انور خان ہوں اور یہ دانش خان میرے شوہر ہیں. ہماری شادی حال ہی میں ہوئی ہے. دانش ٹی وی پروڈیوسر ہے. وہ ایران کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پہلے فارسی سیکھنی ہوگی اور اس کام میں ان کی مدد کرنے والی ہوں. میں نے فارسی ادب میں تہران یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے. ایران پہنچ کر میری کلاس میٹ نے ہمارا استقبال کیا. ایران میں چار فصل ہوتے ہیں، بہار، تابستان، پاییز، زمستان. بہار، تابستان، پاییز، زمستان. یہ ہے سیو سے پل. ان سیو سے پل است. آفرین. از من سوال کن، این پل در چه تاریخی ساخته شده است؟ سوال کن فعل امر. از من سوال کن این پل در چه تاریخی ساخته شده است. سوال کردن یا پرسیدن هر دو به یه معنی است. از تو سوال کنم یا از تو بپرسم. سوال کردن و پرسیدن هم معنا هستن. از تو سوال کنم این پول در چه تاریخی ساخته شده است. ساخته شده است فعل گذشته استمراری مجهول است. بله، ساخته شده شده هم ساخته شده ای ساخته شده است. ساخته شده این، ساخته شده اید، ساخته شده اند. این پل در سال 996 هجری شمسی ساخته شده است، یعنی در حدود 4 قرن پیش. این پل سال 996 هجری شمسی ساخته شده است. یعنی تقریبا یعنی چه؟ در حدود یا حدوداً یا تقریبا. تقریبا، حدوداً، در حدود، نزدیک به. تقریبا این پول 4 قرن پیش یا 4 قرن پیش ساخته شده است. طول این پل 300 متر و عرض این پل 14 متر است. طول، عرض، ارتفاع. طول این پل 300 متر است. عرض این پل 14 متر است. تو معنی دهه، صده و هزاره رو میدانی؟ میدانی مصدر چی می شود؟ دانستن. میدانم، میدانی، میداند. میدانیم، میدانید، میدانند. حال اخباری. این کیا تم نے مجھ سے سوال پوچھا؟ به فارسی صحبت کن. شما از من سوال کردید یا از من سوال پرسیدی؟ عام طور پر لوگ جب سوال بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں آیا کا استعمال نہیں کرتے اور اس کے بجائے ایک سوالیہ انداز میں اس سوال کو بیان کرتے ہیں. من پرسیدم معنی دهه، صده و هزاره را میدانی؟ دهه، عشره، صده یعنی
صدے صدی ہزارے یعنی ہزارے صحیح. تو خستے نیستی؟ تو خستے نیستی، خستے یعنی تھکا ہوا. تو خستے نیستی، تو نشستے نیستی، صحیح. تو دانشجو نیستی، یہ بھی صحیح ہے. تو گرسنے نیستی، تو راننده نیستی. نه خیر، نیستم. خب ببین، خسته هستم یا خسته ام؟ ببین یا نگاه کن. ببین به ما نگاه کن. فعل امر است. تو خسته نیستی. خسته ام یا او خسته است. تو خسته هستی. شما خسته هستید. آنا خسته هستم. آفرین، درسته. اما ما خسته هستیم. به هتل برویم. بریم یا برویم. بول چال میں بعض الفاظ بدل جاتے ہیں یا مخفف ہو جاتے ہیں، جیسے برویم جو کہہ سکتے ہیں بریم. خوب ہے، خوب است. آقای رئیس، این 33 پول است. 33 یعنی 33، 33 پول. این پول خاجو است. یادش بخیر. واقعا این مسجد جامع است، خیلی زیباست، بہت خوبصورت ہے. جامع مسجد. ان کلیسا وانک است، کلیسا چرچ. ان میدان نقش جہان است، میدان نقش جہان. ان چہل ستون است. آقای رئیس، این مینار جنبان است. آقای رئیس، این بنایی است که یک مینار را تکان بدهید، مینار دیگر هم تکان می خورد. تکان خوردن یعنی ہلنا. یک مینار را تکان بدهید، مینار دیگر هم تکان میخورد. تکان خوردن یعنی هلنا. بہت دلچسپ عمارت ہے، اس کی کب تعمیر ہوئی ہے؟ آقای رئیس لطفاً فارسی صحبت کنید. این ساختمان این ساختمان کی ساخته شده است؟ آفرین. آقای رئیس، ساخته شده است. این زمانه ماضی نقلی مجهول است. ساختن یعنی بنانا، ساخته شده است یعنی بنایا گیا ہے. ماضی نقلی مجهول است. درست. ساخته شده است یعنی بنایا گیا ہے. ساختن یعنی بنانا، ساختے شدے است یعنی بنایا گیا ہے. بنایا گیا ہے، ساختے شدے است. جی صحیح. این بنا یا این عمارت در سال
16 هجری شمسی، یعنی حدوداً 700 سال پیش ساخته شده است. این ساختمان در سال 716 هجری شمسی ساخته شده است. خوب، خیلی خوب. اوکی، کیا آپ اس پروگرام کو ہمارے لیے پلے کریں گے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جی ضرور. آج ہمیں کہاں جانا ہے؟ فارسی صحبت کن، بگو امروز میخواهیم کجا برویم یا امروز کجا خواهیم رفت. امروز میخواهیم کجا برویم یا امروز کجا خواهیم رفت. خوبه. امروز به بازار میرویم یا امروز به بازار خواهیم رفت. خواهیم رفت زمان آینده، برویم زمان حال اخباری. صحیح ہے. اچھا سنو، روزمرہ کی بول چال میں اکثر مستقبل کے بجائے زمان حال اخباری استعمال کیا جاتا ہے، بس قید زمان ضروری ہوتا ہے، جیسے امروز، فردا. در محاورے های روزمرہ اکثراً به جای زمان آینده از زمان حال اخباری استفاده می شود. فقط قید زمان باید به کار برده شود، مثلا امروز، فردا، ساعتی بعد، بعدن. امروز، فردا، ساعتی بعد، بعدن. بازار. بازار یعنی بازار. صحیح. بله درست. ما میخواهیم سوغاتی بخریم. سوغاتی یعنی تحفه. سوغات. سوغاتی. ما میخواهیم سوغات بخریم. صحیحه. باید اصطلاحات خرید و فروش رو یاد بگیری. خرید یعنی وحی خرید، فروش یعنی فروخت. اصطلاحات یعنی جمع اصطلاح. خرید یعنی خرید، یعنی خریدنا. فروش یعنی بیچنا. صحیح. خرید و فروش. حالا مثلا من فروشندم. نه، من خریدارم، تو فروشنده. نه، شما فروشنده، من خریدار. نه خیر، من خریدارم، شما فروشنده. فروشنده یعنی بجنه والا، خریدار یعنی وحی خریدار. خب مثلا آقا ببخشید این لیوان قیمتش چنده، یا قیمت این لیوان چند است، یا قیمت این خودکار چند است، قیمت آن دفتر چند است. قیمت یعنی قیمت، چند است یعنی کتنا. آقا یا خانم ببخشید، قیمت این لیوان چند است؟ قیمت یعنی قیمت کردن. قیمت کردن یعنی قیمت کرنا یا قیمت پوچھنا. قیمت این کلاه چند است؟ قیمت این بشقاب چند است؟ قیمت این قلم خودکار چند است؟ صحیح. قیمت این روسری چند است؟ قیمت این مانتو چند است؟ قیمت این کفش چند است؟ صحیح.
خب حالا ارزان گران، گران یعنی مهنگا، ارزان یعنی سستا، ارزان فروش یعنی سستا بیچنے والا، گران فروش یعنی مهنگا بیچنے والا. ارزان یعنی سستا، ارزان، گران یعنی مہنگا، گران. ارزان فروش یعنی سستا بیچنے والا، گران فروش یعنی مہنگا بیچنے والا. صحیح. اب جیسے آقا ببخشید قیمت این انگشتر چند است؟ 5000. 5000 این خیلی گران است، لطفاً تخفیف بدهید. تخفیف؟ تخفیف یعنی دیسکاونت، تخفیف دادن یعنی دیسکاونت دینا، تخفیف گرفتن یعنی دیسکاونت لینا. تخفیف، تخفیف گرفتن، تخفیف دادن. تخفیف. اچھا ٹھیک. این انگشتر خیلی گران است، تخفیف نیست، این با تخفیف است. اما تو باید میگفتی این انگشتر فروشی نیست یا برای فروش نیست، چون این انگشتر هدیه است. این انگشتر فروشی نیست. این انگشتر برای فروش نیست، چون این انگشتر یک هدیه است. هدیه یعنی تحفه. برای فروش نیست، فروشی نیست یعنی بیچنے کے لیے نہیں ہے. ویسے تم نے ایسا نہیں کہا این انگشتر فروشی نیست، اما تو اینو نگفتی، تو گفتی این انگشتر قیمتش اینه 5000. میں اگر اس کی قیمت کم بتا دیتا تو اس کو کوئی بھی خرید لیتا. پس باید اینجوری بگی من برای همین یا به همین دلیل قیمت انگشتر را زیاد گفتم که کسی اون رو نخره یا کسی آن رو نخرد. من برای همین دلیل یا به این دلیل، به همین دلیل این قیمت این انگشتر را زیاد گفتم که کسی آن را نخرد. بفرمایید، در خدمتتون هستم. ما میخواییم ساعت بخریم. بله، کدوم ساعت؟ آن ساعت چند است؟ این ساعت 55000 تومان. 55000؟ البته قابل شمار نداره. خیلی گران است. ارزانتر هم دارم. اون ساعت هست 20000 تومان. اون ساعت هست 30000 تومان. اون ساعت بزرگتره هست 120000 تومان. و اون ساعت کوچکتر هم هست 15000 تومان. شما چه بود قیمت مد نظرتونه؟ حدود نظر شما، مد نظر شما چه قیمتی هست؟ یعنی آپ کے پیش نظر کتنی قیمت ہے؟ اون ساعت چنده؟ اونم 35000 تومان. قشنگه؟ یعنی قشنگ است یا زیبا است؟ یعنی خوبصورته؟ بله، خیلی قشنگ است. تخفیف میدهید؟ شما بپسندید. بپسندید یعنی آپ پسند کرے. بله خیلی قشنگه. آقا خیلی خوب است، تخفیف هم بدهید. بله چشم. این قیمتش 35000 تومانه، به شما 5 تومان تخفیف داده میشه و شما 30 تومن. خیلی ممنون. شما در بکنه. خیلی ممنون.
آقا این پارچه چند است؟ این پارچه 3000 تومان متری. 3000 تومان. ترهادی هم داریم، بفرمان داخل. ممنون. متری 3000؟ متری یا هر متر، یعنی از این پارچه 1 متر 3000 تومان است. قواره ای هم داریم. قواره یعنی ٹکرا. ایسا کرتے ہیں، اس کپڑے کے 5 ٹکڑے لے لیتے ہیں اور اسے تحفے میں دیتے. این یک قواره 6 متر شد. ببخشید آقا، از این تر 5 قواره بدید تخفیف لطفاً. تخفیف نداریم، ولی چون زیاد میخواید چشم. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خواهش. یعنی ایک ہی قیمت. اون آقا گفته چون به تعداد زیادی شما خرید میکنید به شما من تخفیف میدم. تعداد یعنی تعداد، به تعداد یعنی تعداد میں، چند تا یعنی کتنا، تعداد زیادی یعنی زیادہ. فهمیدم، چون که ما به تعداد زیادی خرید کردیم اون آقا به ما تخفیف داد. اس کے لیے ماضی استعمال کرنا چاہیے، ڈسکاؤنٹ دیا، چونکہ ماضی سادہ ہے. اچھا دیکھو، کسی بھی چیز خریدنے کے لیے اس کی قیمت پوچھنی چاہیے. اب جیسے کپڑا میٹر یا قوارے میں، اور جیسے پھل ہم کیلو میں خریدتے ہیں، یا جیسے گھر وہی میٹر میں خریدا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عدد کے بجائے اور تعداد کے بجائے تا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں سے عدد سیب کے بجائے کہتے ہیں سے تھا سیب، 4 تھا مداد. جیسے اگر تم روٹی خریدنا چاہو گے تو اس کے بجائے کہ تم کہو 5 عدد نان بدہید، ایسا تمہیں کہنا چاہیے کہ 5 تھا نان بدہید. یا اس کے بجائے کہ تم یہ کہو 10 عدد سیب بدہید، ایسا کہو کہ 10 تھا سیب بدہید. 2 عدد انسان 2 تا انسان 2 عدد سیب 2 تا سیب. واحد شمارش انسان نفر است. مثلا 5 نفر، 5 نفر انسان. بله، 16,420,000 تومان. 16,420,000 تومان چقدر گرونه. البته 200,000 تومان تخفیف هم داره اگر نقدی بپردازیم. ببخشید آقا، قیمت یه تخت قالی کاشان چنده؟ 12 متریش خانم 1,200,000 تومان. بله. 16 متریش 2,900,000 تومان. میتونی هم نقدی بخری هم قسطی. آقا خیلی گرونه. اتفاقا ارزونه، این قالی ها دستی هستن، ماشینی که نیستن. خب تخفیفم میدین؟ نه خیلی خانم، قیمت های ما مقطوعه.